شیخ منظری رحمه الله میگه، میگه من 12 سال همسایه اسحاق بودم. در این 12 سال همسایگی با یک بودم، در هیچ حصه شب، یعنی من که بلند میشم هیچ حصه شب ندیدم که برق خاموش بوده باشه و در مطالعه نباشه. این به این معنا نیست که ما خود را دیوانه کنیم و شما رو بگیم که شما نخوابید. منظوری من این نیست. اینی تو انسان های هم بوده که در 12 سال اینها میگن من شب ندیدم که برق خاموش بوده باشه و این مصروف مطالعه نبوده باشه. ما شب نشینی های ما به خاطر چی است؟ خامی هست که خود را کم احساس میکنیم، کم میم احساس حقارت میکنیم، نمیخوانیم. شفیق زیر میشب چند صفحه کتاب مطالعه کرده باشی؟ برادر شما محمد شده دیروز شما اشت شما هر کس زیادتر مطالعه کرده. اگر یک برادر 35 صفحه مطالعه کرده، دیگه 50 صفحه مطالعه کرده، 15 صفحه از که پیشتر است، 15 قدم از که پیشتر است. جریر طبری رحمه الله میگه، میگه ما روزانه 40 صفحه کتاب نوشتیم، 40 صفحه کتاب نوشتیم، تعلیف نویسندگی. یعنی خیلی فرق است. امو هست که ما خود را کم احساس میکنیم، ولی اسلام با این نظر سخت مخالف است. اسلام همیشه به خلاقیت، ابتکار، نوآوری، اکتشاف دعوت میکنه. ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. غمگین نباشین، پریشان نباشین، خود را کم احساس نکنین، شما بلند هستین. اسلام میگه ایمسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثله. اگر شما را کدام اذیت و درد و رنج رسیده، دیگران هم رنج رسیده. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. اگر شما را درد رسیده، اونها هم درد رسیده. شما فکر نکنید که در این مسیر تنها شما درد میبینین، خیلی کسا دردها را دیدن. ما قرآن کریم را به خیلی سختی حفظ کردیم. 26 جزء قرآن کریم را پدر ما الله متعال ازش راضی باشه به فشار سرم حفظ کرده، الحمدلله. و 4 جزء قرآن کریم در 28 روز ما حفظ کردیم، چون که علاقه خودم بود، گفتم خلاص میشه دیگه. به هر اندازه ای که سخت تربیه شوی، در سختی ها زندگی بکنی، اما تو سخت به بار میگی. ما راحت طلبی خیلی دوست داره، خیلی باید راحت باشم، اما تو راحت هم شده الحمدلله. از راحتی استفاده کردن مشکل نداره، اما دوست داشتنش خیلی خطرناک است. خیر است میشه به یک 20 صفحه مطالعه نکردم مشکل نداره، خواب میاد. خواب کرده فردا شب میگه گپ میزنی، یا میگه فردا یا پس فردا. اگر در مورد یزیم یک روز گپ میزنیم که چرا ما امروز و فردا میکنیم، امروز نه خیر فردا شروع میکنیم، نه پس فردا شروع میکنیم، نه پس فردا هفته نه خیر در زمستان، این سر زمستان. چرا؟ مگرم کجا برای تو نوشته است که تو سر زمستان تو زنده هستی، خصوصا در افغانستان ما؟ شما کی گفته که زنده هستی؟ دیروز گذشت یک درس عبرت بود، لقد کان فی قصصهم عبره. آینده نامده، یک ساعت بعد نامده. می لحظه زندگی کن، می لحظه ای که فعلا وجود داره، از می لحظه استفاده کن. تو برای می لحظه خلق شد، نه برای گذشته و آینده. از گذشته تو توبه کن اگر اشتباه کردی، اگر کار نیک انجام داد خوشحال باش، از آینده دلهوره نداشته باش. الله متعال از تو آینده را از فردا چیز تقاضا نداره. عبادت فردا را الله امروزت نخواسته که تو نماز صبحت را امروز ادا بکنی، یعنی فردایت را. پس امی لحظه برای ایل حال زندگی بکن. حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله با می لفظ آمده، میگه هیچ کس خود را از شما حقیر نکنه، خود را کم نشماره. به خاطر از اینکه صحابه سوال کرد، گفت یا رسول الله چی گونه؟ گفت هر کدام شما در برابر خدا مسئولیت دارین، در برابر خودتان، در برابر خانواده ایتون مسئولیت دارین. و کسی که در اقدام نمیکنه، روز قیامت اگر ازی پرسان شود که چرا اقدام نکردی، میگه من از مردم میترسیدم. الله میگه شایسته ای بود که فقط از من میترسیدی. ترس از خدا با ترس از یک مخلوق فرق داره، تشویش نکن در این مورد. از یک مخلوق اگر بترسن از او فرار میکنه، از خدا اگر بترسن به سوی خدا فرار میکنه. از مخلوق اگر بترسن، اون مخلوق در نزدتان متنفر میشه، تنفر میکنه ازش. از خدا اگر بترسن، محبت خدا در قلبتان ایجاد میشه. از مردم اگر بترسن، در نزد مردم منفور میشه. از خدا اگر بترسن، در نزد مردم محبوب میشه. فرق داره. ترسیدن از خدا مانند ترسیدن از یک ارتفاع نیست.
ترسیدن از خدا مانند ترسیدن از یک حیوان درنده نیست. ترسیدن هست که مفید، مؤثر، کارا و تو رو به سرفرازی و تعالی و ترقی میرسانه. او کسایی که ترس از الله در اونها موفق هستن. حالا شما ایتو نشه که در ما کبر و غرور ایجاد شوه. روزه که زم سنفی های مگه گفت در سنف ایتو نشی. در درسی که میده در لایف گفت ایتو نشی. گفتم فکر ما نبوده چوکی من به قسم هست. یک کم پشت سرش خمیده است. به او خاطر فکرم نمی باشه. گفتم دیگه نمی نیشم. گفت در دلتان کبر و غرور ایجاد نشه. ما رو پدر ما به دو چیز توصیه کرده. یک دعاهای نیمه شب و یک تواضع و فروتنی. کبر و غرور در دلتان پیدا نشه و خودپسندی. خصوصا در مسیر دعوت کسی که گپ میزنه و انگشت‌نمای مردم میشه خیلی در دل انسان غرور و تکبر پیدا میشه. برای هم رای حل هست. عبدالله بن سلام صحابی رسول الله است، از علمای یهود است، مسلمان شد و پیامبر ایمان آورد. یک روز پشتی از یک به اصطلاح پشتی از هیزم را میگیره، در پشت خود میاندازه، از یک دروازه باغ خود خارج میشه، به دیگر دروازه میگیره. خادمش در پشتیش میگه مرا که ما بگیرم. میگه نه خیر، یک دفعه من نفس خود را میبینم که توانایی بردن چیزا رو داره. یا خیر، ما میشرم که یک جای کراچی در دست ما باشه، از این شرم داره. امی سیاست ما خراب نشه، شخصیت که نباشه سیاست در نمیخوره. ما گاهی اوقات از بعض انجام بعض کارها میشرمه. در خانه که داخل میشه ماندن باشی با همسر یاد نداره. من ماندن باشی کنم؟ من؟ یعنی تو چی کیستی؟ من برای زوی استاد چه هم؟ توانای تحمل یک شمال یک یخیره ندارم، زکام میشم. یک دندان دردی تمام جان ما رو به فغان میاره. باز کبر و غرور از کجا میشه؟ روز سه دفعه به تشناب رفتن نیاز پیدا میکنه. بس غرور به چی هست؟ خود را بشناسه انسان. این جایی که اگر احیانا خود کم بینی تو رو به کبر و غرور و خودپسندی و خودشفتگی نرسن که من مستم. نه خیر، از تو که خیلی مردمای بالاتر است. خیلی مردمای بالاتر است. و فوق کل ذی علم علیم، بالای هر عالمی یک عالم دیگه وجود داره. هر زمانی که در مقابل یک بزرگ نسبت به او برتون غرور پیدا میشد، برش بگی که او بزرگ از تو کرده ده ها سجده بیشتر کرده، صد ها سجده بیشتر کرده، باز دلت غرور پیدا نمیشه. نسبت به یک طفل که برات غرور پیدا میشد که از طفل کرده خوب است، کی میگه خوب است؟ گناه کم کرده. متوجه باشه همیشه در تقویتون از خود کده بالاتر رو ببینه. خیلی مردمای بالاتر هستن. و در دارایی و ثروتتون از خود کده پایینتر ببینن. هیچ چیز نداره. در جیبم میگه 1000 افغانی هم نیست. او کسی که 1 روپیه هم نداره چی تو میشه؟ پس تواضع در ضمن خود کم بینی و احساس حقارت، تواضع و فروتنی فراموشتن نشه. انسان خیلی ضعیف است که یک روز در این مورد باز در مورد خودپسندی گپ میزنیم. خودپسندی و کبر و تکبر و غرور. چی سبب اسباب باعث میشه که خلاص میگه که وقت ما کم مونده؟ چی اسباب باعث میشه؟ این خونشانه ها بود. چی اسباب باعث میشه که ما خود کمبین باشیم، احساس حقارت بکنیم؟ بی‌توجه هستیم نسبت به مسئولیت خود. هر کدام ما یک نوع بی‌مسئولیتی در ما وجود داره. مثلا دمی سنف میگم، خفه خو نمیشه انشاءالله. دمی سنف یک روز که درس غیرحاضری کردیم، مشکل نخواه بود. ما تا به حال در درس غیرحاضر نبودیم. نه، ما اگر ایره براتون راست میگم، اگر احیانا یک تقدیر پرادگار است پدر ما وفات کنه، ساعت 10 بجه جنازه باشه، ما درس امروز خود حاضر میشم انشاءالله. چون که ما ایره پذیرفتیم مسئولیت را. اما ما نه، پدر وفات کرد در از درس هم نمیخوانیم، در از جز و فز هم میکنیم. درست انسان ضعیف است، ناتوان هست و میره. پیامبر که رفتم و تو که هستیم، بی‌توجه هستم نسبت به مسئولیت خود. خیر است، مشکل ندارم، فردا انجامش میدم. فردا روزی دیگه است، برنامه دیگه است. امروز تو میخوره مینوشه، امروز از تو تقاضا هست. باز اگر میگه که من امروز کدام مسئولیتی ندارم، خود دیگه چیزم نخور، نخواب دیگه، از دیگه چیزایش از خوبی هایشم استفاده نکن. ما نسبت به مسئولیت های خود بی‌توجه هستیم. یا تقسیم اوقات برای خود داریم، تقسیم اوقات عملی، فردا بخیر عملیش میکنم. امروز خیر است، امروز مشکل ندارم، امروز روز رخصتی است، فردا بخیر. امروز قد یکی از بزرگا جناب استاد سعید خلیل رحمان سعید، من گفتم رخصتی چی بود به خیالم دهه محرم؟ من گفتم ده دفعه کم صحبت کنیم، کم کار داریم، کم بزنیم. گفت من رخصتی ها را
برای مطالعه کتاب‌های ویژه اختصاص داده. گفت رخصتی من جوی رخصتی هستم که یک کتاب که دیگه باشم مطالعه نکرده باشم رو مطالعه بکنم. ما در جستجوی یزی هستیم که چی وقت رخصت میشه پانتون. ما خوشحالترین روز ما نمو روز است که پانتون رخصت باشه، مکتب رخصت باشه. درست است که درس هم درست نیست و تو خودت باید درست شی. ما بی‌توجه هستیم نسبت به مسئولیت خود. نامش فراموش ما شده. یکی از بزرگا میگه، میگه ما یک رفیقی ما بود 12 سال ما فنون میخواندم، صرف و نحو و بلاغت و بعدی و بیان و معانی چیزا رو میخواندم. گفت ده 12 سال ما یک روز درس غیر حاضر ندیدیم الا روزهای رسمی رخصتی یا کدام عذر شرعی که مثل پدر چیزا وفاش. گفت ما غیر حاضر ندیدیم درس. از ما کشور ما خو یک رخصتی ها رو میبینه که چقدر رخصتی ها است. یک خود ما چقدر رخصتی دل ما میشه. خو هر روزی که پس میمانم رخصت میکنم خود رو بی مسئولیت میشم، یک روز عقب مونده. چقدر عقب میمونی حساب بکو. دوم سببی که باعث میشه که ما خود کمبین میشیم و حقیر میشیم، ما رو مردم توهین میکنه، سرکوب میشیم. خیلی اوقات گاهی اوقات دیگه کس تو نمیگی که من نمیتونم، دیگه کس برات میگه تو نمیتونی، تو کجا اصلا میتونی، خدای تو رفقا رو شما رو نصیب نکنه. اما داستانی در جزء ششم قرآن کریم ذکر شده، داستان موسی علیه السلام هست و پیروایش. یا یک داستان دیگه هست اگر فراموشم نشود. داستان مفهومشی است که یک عده کثیری از مردم او را میگه که تو نمیتونی کار را. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. دو نفر از بین اینها پیدا میشه میگه نه خیر، شما که دروازه داخل شون شما موفق هستن. دو نفر همین انسان های موفق و کم کم و قلیل من عباد الشکر، کم کم مردم پیدا میشن که شکرگزار هستن. در بین دوستای تمی دوستای تو دوستانی است که میگه من دوست خود خیلی دوست دارم، در هر مورد با من موافق است. پانتون بریم خام میریم، نمیریم نمیریم، امروز درس بریم آ میریم، درس نمیریم نمیریم. بهترین دوست در بین ما نمی است، در حالی که دوست صمیمی است که تو رو بگه اینی کار درست اینی نادرست، اینی خوب اینی بد. اما ما او دوست رو خیلی دوست داریم که در هر مورد با ما موافق باشه، خیلی مرا دوست داره. نه دشمنت از خواست، یک لباسش لباس دوست است. مردم را تحقیر نکنه. یا ایها الذين امنوا، آیه قرآن کریم از سوره حجرات آمده، اگر کدام وقت فرصت شد ترجمه سوره حجرات رو باید بخونیم. تمامش درسای تربیتی اجتماعی هست، درسای اخلاقی اجتماعی، اخلاق ما در اجتماع. برای ما گفته که یا ایها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. میگه مؤمنا یکتون دیگیتون مسخره نکنن. من خیلی عیبها دارم و شما هم عیبا دارین. انسان کامل در کی است؟ کی میگه که من کامل هستم؟ هیچ کامل وجود نداره. یکی از دید چهره خود عیب داره، یکی از دید لباس پوشیدن خود عیب داره، یکی از دید گفتار خود عیب داره. هیچ انسان کامل وجود نداره. انسان خلق الانسان ضعیف و ذاتش ضعیف است، بشر هست، خدا خود نیست که زود تقاضای خدایی داشته باشی تو که در هر چیز خود به کمال باشه. مردم را حقیر نشماره، خیلی تاوان داره. گاهی اوقات یک جمله زندگی انسان را خراب میسازه. از جملات متوجه باشین، متوجه جملات تان باشین. گاهی اوقات یک کلمه که از دهن انسان خارج میشه باعث رشد و تعالی و ترقی انسان ها میشه. من یک رفیقم از من چند وقت مدت 3 سال گم بود. به این معنی که یک چیزی ناچیز بود و من کلمه گم برش استفاده کنم به خاطر که تفهیم شود. 3 سال بعد رو من پرسان کردم، ما درس میخوانیم با هم در یک جای دفتر درس میخوانیم. او در خانه مشکلات خانوادگی داشت و ازدواجم کرده بود، دیگه مشکلات هم بود، مسئولیت های تجارتی هم داشت. من یک روزی رو گفتم تو شرایط خوانده میتونی؟ عربی هم خوانده میتونی؟ 3 سال بعد خبرشون گفتم کجا هستی؟ میگه در پانتون سلام شرایط شروع کردن، در فلان کورس عربی شروع کردن. گفتم چطور، چی سبب شد؟ گفت یک روز مرا گفت تو این کارو میتونی. خانواده خود را از غزنی به کابل انتقال دادن، اینجا درس میخونه، تجارت میکنه. یک کلمه باعث تغییر انسان میشه. یک کلمه، متوجه کلمات خود باش. دیگه انسان های همنشین خود کمبین، با او همنشین هستم، رفیق هستم، متوجه رفقایتان باشن. سرنوشت زندگی اکثریت انسان ها رو رفقایش تعیین میکنه. اگر استاد روانشناس میگه
اگر شما با 5 تاجر سر و کار داشته باشین، ششمین شما هستین. اگر با 5 انسان بلند همت سر و کار داشته باشین، ششمین شما هستین. اگر با 5 انسان متعهد و متخصص شما سر و کار داشته باشین، ششمین شما هستین. اگر با 5 معتاد سر و کار داشته باشین، ششمین شما هستین. اگر با 5 خودکمبین و انسانی که خود را حقیر میشماره و میگه من نمیتونم سر و کار داشته باشم، ششمینش تو هستی. باز نمیتونی. باید تو انسان ها سر و کار نداشته باشن. آیت قرآن که ما در صفحه اول جزء 19 هم آمده که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش ما فلان دوست رو بر خود دوست انتخاب نمیکردم. این دوست خو ما همین تو آیت آمده لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. مرا گمراه کرد سم اسلام شده بودم. مرا گمراه کرد. او مرا گفت نخوان. او مرا گفت تو نمیتونی. تو مرا گفتی نمیتونی. از این انسان ها به زودترین فرصت اگر باعث هدایت شده میتونن خوب خوب، ورنه به زودترین فرصت جدا شوین از این انسان ها که باز افسود خواد کردن. به هر اندازه که ثروت و قدرت و توانایی داشته باشه، این دوست دوست نیست. یکی از اسباب خودکمبینی و احساس حقارت شکست های پی در پی هست. یک کس را پرسان کرد، گفت 1000 دفعه شکست خوردی احساس شکست میکنه؟ گفت نه خیر، چرا احساس شکست کنم؟ گفت از این معلوم میشه که 1000 راه شکست دادن وجود داره. کسی که شکست میخوره به این معنی نیست که در زمین خوردم شکست خوردن، در زمین نمانه بلند شو. در زمین ماندن شکست خوردن، از زمین پس بلند شو، قدم بزن. یک نفس میکشه، تا زمانی که نفس میکشه فرصت برای زندگی هست. یک زندگی هست و یک زندگی زنده بودن هست، با زندگی کردن فرق داره. اگر تنها نفس میکشی، تنها نفس میکشی، تو زنده هستی، تو زنده هستی، فقط زنده مانند یک موجود. اما اگر زندگی میکنی، باز تو متفاوت نسبت به دیگه مردم است. شکست های پی در پی تو رو از پا نیندازه. بار بار شکست خورده، بار بار انجامش بده، بالاخره میرسی. یک زمان برای طور میشه که مثل آب نوشیدن میشه. برای خود من شخصا، والله امروز من بعضی کارهایی را که خودم انجام میدم، یک زمان برام خواب رویا بود. رویاهای دروز حقایق فردا هست. ای چادی. اما یک زمان فکر میکنم نخواد شد. کی میکنه میشه؟ حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است، میگه الناس معادن. مردم انسان ها مانند معدن هستند. معدن استخراج میشه، معدن خارج میشه. معدن چیزهای مثمر، چیزهای مفید درونش میباشه. این انسانیت هست. شب محمد سعید گفت یک نفر در هند بعد از اینکه صدمه سر هم دیده، آل حافظه‌اش از تمام کامپیوترهای دنیا کرده قوی تر هست، سریع تر هست. خو این حدیث رسول الله خود دروغ نیست که الناس معادن. این انسان هست که ابتکار خلاقیت میکنه، این انسان هست که نظام دنیا در پیش میره. این خلاقیت و ابتکار و نوآوری که امروز مردم در فضا رفته، انسان رفته. اما انسانی که تو هم یک انسان بودی و هم یک انسان بود، شکست های پی در پی تو را از پا نیندازه. و همچنان یکی از اسباب شکست ما که میرم میگم، باز یک جمله ختم میکنم، رقابت های شعاری. مرگ بر امریکا، داون تو امریکا، مرگ به فلان و مرگ به فلان. هیچ چیزم نمیشه. چین خود تو رو در مارکتینگ چلنج میده، ژاپن در تکنولوژی خود چلنج میده، امریکا در اقتصاد خود چلنج میده، کره جنوبی در روسیه در نظام حکومتی خود چلنج میده، کره جنوبی در اتم خود چلنج میده. تو هم چلنجر باش، چلنج بده. تو در چی چلنج میدی؟ همی که خلاص در یک جای جمع شم بگه مرگ به فلان و مرگ به فلان، این درد را دوا میکنه و اصلا از یه احساسم نمیکنه که چی قصه است. برو خیر خیر، یک جای ما تظاهرات بود، رفت تمام شد. بلند اندیش باشم، بزرگ باشم، قوی باشم. از همین لحظه شروع بکنم. امروز وظیفه ایتان باشه سرمزی روز فراموشتان نشه. هیچ گاه نخوابین مگرم 20 دقیقه باید مطالعه کنن. ایر اگر در ذهنتان میگرن، در کتابچه ایتان میگرن. هیچ گاه نخوابین مگرم 20 صفحه مطالعه خارجی. میگم کتابی پانتون مکتب نمیگم، مطالعه نیست و مربوطت میشه، که باید بخونه. 20 دقیقه 100%. ایر پدر ما عملی میکنه. من یک جای دیگه هم یک سخنرانی بیان کردم. پدر ما عالم، با وجودی که سنش خود دو برابر سن ما یا دو نیم برابر باشه، 20 دقیقه مطالعه نکنه از شب نمیخوابه. اکثریت اوقات البته که ما وجه متوجه شدیم، چون که ما وظیفه دادیم در خانه، همی تو وظیفه است که باید 20 دقیقه تا نخوندیم نمیخوابیم. مثل که تا زمانی که ما نان نخوریم نمیخوابیم، پانتون نمیریم تا زمانی که چای صبح
امین ناشته ی صبح صرف تام نشه باشه نمیریم 100 درصد باید تیار باشه و همو همه قدر مهم است و این سخنهای خود را با یک جوان رشید به نام ربیعی بن عامر او را به داستانش بیان میکنم باز ختم میکنم این تو جوانهای هم بوده رستم درخواست میکنه از ارتش مسلمان ها که یک جوان را برای ما بفرستن که پیام اسلام را با ما برسانه که اسلام شما چی میگه اسلام چی پیام داره میگه سوار بر اسب میشه ربیعی بن عامر وقتی که میرسه در قصر نزدیکی قصر رستم میرسه فرشهای گران قیمت در زیر پای زهموار هست این سر یک اسب سوار هست شمشیر در دستش هست وقتی که نزدیک قالونه های و فرشهای بلند قیمت میرسه میگه فرش ها رو زیر جمع کنن ما رو پیامبر اجازه نداد که در فخرها زندگی بکنیم به فخر فروشها قدم بزنیم گفت شمشیر تحویل بده گفت شمشیر خودم تحویل نمیدم شما مرا خواستین شمشیر خودت چرا تحویل شما بدم با نیزه فرش دور کرد رفت در نزدیک رستم اتصال شد جوانهای متعهد جوانهای قوی با برنامه جوانهای هدفمند اونها احساس ترس احساس شکست احساس ذلت و خاری نمی کنن گفت شما چی پیام داره اسلام شما چی میگه برای چی آمدین برای چی فرستاده شدین گفت الله ابتعثنا ما را الله فرستاده لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد که ما بنده ها را از بندگی بنده ها نجات بدیم و به بندگی رب بنده ها وصلشان بکنیم که الله هست و به خاطر آمدیم ولنخرج العباد من جور الادیان الى العدل الاسلام که ما مردم را از ظلم دیگه ادیان نجات بدیم و به عدل اسلام فرا بخوانیم ولنخرج العباد من ضیق الدنیا الى سعه الاخره و به خاطر آمدیم که مردم را از تنگی دنیا نجات بدیم و به وسعت آخرت برسانیم به خاطر آمدیم این وظیفه ما هست گفت این وظیفه تون اگر به سر نرسه باز چی میشه باز مبارزه میکنم تا به وعده پروردگار خود برسم گفت وعده چیست گفت آخرین شهادت است جوانهای هدفمند خود را کم احساس نمیکنند خود را حقیر احساس نمیکنند فکر نمیکنند که من نمیتوانم از این لحظه شروع کنند اگر کسی پهنتون میخوان امی لحظه شروع کنن 4 سال بعد تمام میشه 4 سال زیاد نمیخواه 4 سال بعد تو لسانس هستی 6 سال بعد تو ماستر هستی 8 سال بعد تو دکترا داری راحت زندگی میکنی خندهیت خوردنیت نوشیدنیت قلمش تمامش خوشحال در هر حالت خوب زندگی میکنی